Work Environment آرشکت 27 محیط کاری آرشیکت 27 و این بار میخوام یه مدل دیگه بهتون در اختیارتون قرار بدم یه مقدار پروفشنال ده سلام من رامتین شرقنده هستم با من همراه باشید با ورک انوایرمنت ۲۷ 27 آرشیکت 27 اومد من ورکینگ رو خیلی دیر دارم در اختیار شما از قرار میدم دلیلش هم اینه که ورکی مور متاورس 27 یه مقدار تغییر دادم یعنی یه سری امکانات جدیدی رو بهش اضافه کردم همچنین می میدونید هوش مصنوعی که اضافه شده امکانات جدیدش و پلاگین هاش و آیتم هاش و همه رو دستبندی کردم در اختیارتون قرار دادم یه نکته که مهمه خیلی از بچه ها میپرسیدن این گزینه گاید در دیستنس برای چه فعال نشده توی نسخه پرویوش بود خب طبق نظرسنجی که انجام شد قرار بر این شدش که اینو به صورت هایت قرار بدن هر کی دوست داشت فعالش کنه من برای شما فعالش کردم اینو داخل کانال تلگرام و همچنین داخل سایت میذارم دانلودش کنید و خیلی راحت استفادهش کنید حالا نحوه ایمپورت کردم حتی تغییرات رو هم توی دوره یک توی قسمت ورک انوایرمنت فکر می‌کنم درس اول باشه بهتون گفتم و همین که در ادامه با من همراه بشید کاملا براتون توضیح خواهم داد دو دوباره به شما دوستان عزیز حالا به شما بگم که چطوری بتونید همون آیتم های در اصل آشکت ۲۷ اضافه کنید خیلی یا پرسیده بودن به طور مثال وقتی این اجرا میشه من دیگه اون آیتم دیگه رو ندارم یعنی اون گایدلاین ها رو ندارم چطوری فعالشون کنم خب ببینید دوستان من محیط کاری شما خب محیط کاری که دارید اینه من محیط کاری برای شما ساختم در شما از آن قرار میدم میتونید برید دانلودش کنید و ازش رو استفاده کنید چطور این کار بکنید ابتدا میایید تو قسمت آپشن گزینه ورک انوایرمنت ورک انوایرمنت رو اینجا انتخاب میکنید میذارید روی گزینه اول و ایمپورت رو میزنید خب اینجا ما دو تا گزینه در اختیار شما قرار دو تا پوشه در اختیار شما قرار دادیم یکی رامرز پرزنتیشن و پروداکتیویتی شما روی گزینه پروداکتیویتی ست از دیفالت میزنید و اپلای اسکیم رو میزنید تو شد اپلا اسکیم که بهم بزنم اوکی رو بزنم ببینید محیط کاری من کاملا تغییر میکنه خب از عزیز من قطعا میدونید که الان محیط کاری که شما کار میخواسته بکنید و قدیم بهتون آموزش داده بودم یه یعنی مقدار تر و سبکتر بود اما چرا الان شلوغ شده چون شما حرفه ای تر شدید یعنی من الان اومدم حرفه ای تر در اختیار شما یعنی رینوویشن رو اینجا قرار دادم بهتون بعد تاسیسات الکتریکی مکانیکی همه رو تو این قسمت قرار دادم برای شما و لامپ مثلا به طور مثال از مور از این قسمت داکیومنت یا از قسمت مور آوردم اینجا اونایی که مهم تره یا به طور مثال آبجکت آوردم اینجا یه سری امکانات جدید در حالا چطوری اینا رو بسازید و که توی دوره شماره یک بهتون آموزش دادم همونجا دوره شماره یک میایم پایین اینجا آموزش ساخت محیط کاری و آشنایی همین رو ببینید حالا این ورژن 21 که در است آشکار 21 ولی اصلا مهم نیست ما اینجا آپدیت ها شده اخترتون قرار دادیم الان هم دارم برای شما توضیح میدم بعضی تا میبینن 21 میگن او این دیگه خیلی عجیبه و قریب نه از آشکار 20 به بعد محیط کاری شده همین فقط یه مقدار تفاوت ایجاد کرده من دوره درس آشکد 19 هم تولید کردم ولی کاملا ریختیمش بیرون آشکد 21 رو در اختیار شما از, از قرار دادیم پس این از این این پس مورد اول مورد دوم که میخوام خدمت شما از اون بگم اینکه این محیط کاریه و این چیزی که اینجا میبینید تمپلیت تفاوت شد تو همون دوره کامل توضیح دادم دیگه تفاوتش کاملا مشخصه این محیط این تمپلیت این محیط کاری تمپلیت های آرشیکد آرشیکد رو کلا از کجا تهیه کنیم کجا ببینیم کجا بگیریم ببینیم داخل کانال تلگرام البته قرار دادیم اینجاست کاملا راحت حالا برای کاست و هزینه و اینا اینجا در اختیارتون قرار دادیم قیمت هم تقریبا فکر کنم چیز حدود 99 دلاره قیمتش نه رو دو 205 دلاره ما اینو به قیمت خیلی ساده در قیمت خیلی پایین در اختیار شما قرار دادیم می یه پایین دانلود محیط کاری حرفه ای اشکی بچه که اینو دارن دیگه اینجا راحت در اختیارشون قرار گرفته میان اینجا کلیک میکنن دانلود مستقیم یا از طریق تلگرام فرقی نمیکنه بچه که خارج از کشورن بهتره از داخل تلگرام دانلود کنن خیلی راحت ترن و مشکلات حالا کپی رایت و اینا هم نمیخورن داخل لینک هایی که در اختیارتون قرار دادیم حتما عوض بشه حالا در مورد اینا بیشتر صحبت میکنم یکی پس این راهه دانلودش میکنید فایلشو یکی دیگه هم اینی که شما میایید توی قسمت همون آرشیکت 27 همونجایی که دانلود آرشیکت 27 هست پلاگین هست دیگه میدونید دیگه مثلا برای مک اپل و اینتل و اینو در اختیارتون قرار دادیم یا یه مقدار پایین تر اینجا دانلود فایل رو قرار دادیم یا داخل تلگرام بازم تاکید میکنم داخل تلگرام خب اینجا خب ما خود و اینا رو قرار دادیم میان یه مقدار پایین اینجا دانلود محیط کاری آرشیکت 27 دوباره که باره 20 اینو میزنید و دانلودش میکنید و تمام پس فایلشو به این صورت ایمپورت میکنید ایمپورت که کردین ایمپورتش هم یه بار دیگه توضیح میدم با اینکه توی دوره شما یک توضیح دادم ولی بچه ها فراموش میکنن هیچ مسئله نیست من براتون توضیح میدم اینجا میان رو اولین گزینه ایمپورت رو میزنید بهش پروز رو میدین اون چیزی که من در اختیارتون قرار دادم رام راز وقتی که اکسترکش کردین یعنی حالت رر نباشه دیگه زیپ رو از حالت رر خارجش میکنیم رام راز ورکی مارمت 27 27 اینجا اینو انتخاب میکنید وقتی انتخاب کردید دو تا گزینه میاد دو تاشو با ایمپورت میکنید حالا چرا دو تا میگم خب حالا اتفاقی که افتاد ببینید من به صورت اتوماتیک الان فعال شد اون گزینه ها من الان اینو میذارم براتون ببینید گایدلاین بر من اومد این گایدلاینی که آموزش داده بودیم تو دو دوره یک اومد برامون تموم شد رفت به همین راحتی و به همین خوشمزگی پودر کیک رشد تنها چیزی که شما میخواد عوض کنید فقط توی اروها اینو میذارید رو گزینه آخر که بتونید مثلا مثل اتوکت که از سمت چپ و از سمت راست میخواد باشه رو دیگه یاد داشته باشید و کار،, کار, کرده باشید دیگه قطعا خب پس این هم از مبحث ورک انوایرمنت حالا اون گزینه پر اکتیویتی چطوری ببینیم ما اینجا در اختیارتون قرار دادیم نمیخواد جای دوری برید برید دوباره آپشن بزنید بعد برید ورک environment رو بزنید بعد بیان اپلای رو بزنید بعد مورد به جایی که این همه مسیر بریم ما اینجا در اختیارتون قرار دادیم اینجا اپلای رو میزنید و مثلا پرزنتیشن رو انتخاب کنید وقتی پرزنتیشن رو که انتخاب میکنید ببینید صفحه کاملا در اختیار شماست یعنی کاملا ساده و راحت و شما میتونید دیگه مدل سازیتون انجام بدین با شورتکات کلید ها دیگه حرفه ای کار کردین و کار میکنید و خیلی راحت میتونید ازشون استفاده کنید حالا نکته داره نکته اینه که من عادت کردم تول باکس هم اینجا باشه خب میام این گزینه این بالا اینجا تول باکس رو فعالش میکنم حالا مثلا با این کار میکنم با همین اینجا هست ببینید تول باکس شما فعال میشه یا من عادت دارم که اینفو باکس هم حتما با اون باشه چون مثلا یه جون انتخاب میکنم اینجا اینفوش هم باشه اینفو رو آوردیم پایین چرا چون ما ویندوز همون معمولا به این صورت 169 هستش ما آوردیم پایین دیگه از بالا خارجش کردیم آوردیمش پایین یعنی آوردیمش سمت چپ و به صورت عمودی قرارش دادیم مورد بعدی من میخوام که ری دست رینوویشن کنم کارم مثلا بازسازی ساختمونه خب اینو من اینجا در اختیارتون قرار دادم یعنی این پایین هست دیگه نمیخواد راه دوری برید اینجا میتونید از با قلتک موس قسمت مختلف رو ببینید دیگه چی من میخوام این سمت راستی البته که شما با این راحت میتونید به صورت سلکن هاید داشته باشید ولی من میخوام این رو هم داشته باشم میام ارگانیزیشن فعالش میکنم بستگی که به خودتون هر چی دوست داشته باشید من میخوام مثلا دزاین آپشن هم برام فعال بشه آپشن براتون فعال میشه پس دیگه تمام امکانات این بالا قرار دادیم براتون دیگه نمیخواد اذیت بشیم مثلا پنج کلاد که دورش رو داریم میسازیم در اختیارتون قرار دادیم یا مثلا المنت منیجر ها بعد نمیدونم المنت انفورمیشن ها و موارد دیگه اونایی که مهم بوده رو من در اختیارتون جا قرار دادم سمت پایین چه تغییراتی ایجاد شده سمت پایین یه سری چیزا که خب به صورت اتوماتیکه یعنی شما با شوت کلیدیا کار میکنه این سمت راستی رو ما برداشتیم و به جاش همون تریدی و اینا رو در اختیارتون قرار دادیم اما سمت چپ همون کوردینیت سر جاشه. یعنی حالت کوردینیت سر جاشه یعنی تفاوتش فقط همینه چیز خاصی اضافه یا کم نشده دیگه همون آیتماس و دیگه نکته نمیمونه به همین راحتی و همین خوشمزه که شما میتونید چیکار کنید از این امکانات استفاده کنید من برگردم بهتون باز از این مسیر بهتون بگم پس از طریق آرشیکت سایت یعنی رام را اصلش آرشیکت که خود آرشیکت رو میذاریم پلاگیناش رو میذاریم تغییرات جدیدش رو میذاریم آپدیت رو میذاریم ما همین قسمت ها پایین البته باید تو سایت حتما لاگین باشید لاگین که کردین اینجا عکستون اومد یا هر چیزی میاد توی این قسمت دانلود رو انجام میدید دانلود ورک مارمت یا اینکه توی این قسمت تمپلیت دانلود ورک مارمت انجام میدید تو دوره آشگردم که براتون توضیح دادم دیگه آموزش ساخت و محیط کاری چطوری با این محیط کاری کار کنید و اصلا چطوری باش ارتباط برقرار کنید اصلا هم نه که ورژن 21 یا هر چیزی گفتم که خیلی راحت میتونید از ورژن های مختلف استفاده کنید از آشکت 20 به بعد محیط کاریش همین چیزی هستش که الان میبینید فقط ما یه مقدار چون شما پروفشنال تر هستید و حرفه ای تر هستید براتون در اختیارتون اینجا قرار دادیم اگرم مقدماتی از دانشوی جدید من هستین و مقدمات هستین پس از طریق این آیتم هایی که در اختیارتون اینجا قرار دادیم همون مثلا رینوویشن کارتون الان نیست همین دو رو به طور مثال فعال کنید اینجا میاید مثلا طبقه اول دوم یا هر چیزی انتخاب میکنید این هم پس از این این فایل شما به صورت رایگان در اختیارتون قرار میدم داخل کانال تلگرام و همچنین داخل سایت های مورد نظر سایت خودمون که قسمت مورد نظر بهتون گفتم خیلی راحت میتونید چکار کنید ازش بهره بشه آپدیت ها رو ما داخل این قسمت انجامش میذاریم داخل نگرانش اصلا نباشید خب امیدوارم که لذت برده باشید و هر سوالی چیزی بودش حتما توی کامنت ها برامون بذارید